کنترل روم قسمت 12. این برنامه مخصوص استارتیای عزیزه، پس ایرانیای بزرگوار سوالی بپرسند پاسخی داده نخواهد شد و دلیلش اختلاف سطح نگرش سیاسی ریاستارتی هاست. با شما وقتی بخوایم یک سوالی از شما رو پاسخ بدیم باید حداقل 20 ساعت حرف بزنیم تا شما بفهمید چرا اون چیزی که شما فکر میکنید کلا رو هواست و غلط، و این کار خیلی سختیه. شما باید استپ بای استپ سر کلاس های سیاسی اپوزیسیون ریاست میشستید و به مناظر بهتر نگاه میکردید و مناظر جدید رو آنالیز میکردید و از نوع نگاه ها و فوتون ها میتونستید اون وقت پشت اون تفکرات سیاستمدارای جهان رو ببینید. مثل همین جنگ حماس و اسرائیل که شما تا صدها سال هم بشینید متاسفانه نتیجه رو متوجه نمیشید. اصلا سند همین که شما ایرانی ها و خیلی از کشورهای جهان نمیتونن مطالب سیاسی رو متوجه بشن یا سطح سواد سیاسیشون متاسفانه کمه، همینی که همه بدبختن دیگه، خیلی ساده است دیگه. یعنی تمام دختر پسرهای جهان مثل سگ و مثل خر در جهان دارن کار میکنن، به نون شبشون محتاجن، یک عده بسیار قلیلی در حال خوردن. همین سند است که مردم کره زمین شعور سیاسیشون کمه. و چرا پاتریوت تولید شد؟ پاتریوت تولید شد تا سطح شعور سیاسی مردم جهان رو ببره بالا، یعنی مردم جهان رو تلنگری بهشون وارد کنه که از تاریکی وارد نور شن. یعنی چی؟ یعنی آگاهی بهشون بدن تا مطالب رو بهتر بفهمن و به حقشون برسن. اولین چیزی که شما مردم نمیدونید که خیلی کوتاه توضیح بدم و بعد بریم سراغ ریاستارتی عزیز، اینه که شما اصلا نمیدونید که ملیگرا، میهن پرست، سکولار، عرضم حضور شما که دموکرات، جمهوری خواه، پادشاهی خواه، سلطنت طلب و هر چی به این اضافه کنی، اینها فقط به درد این میخوره که بشینی رو دستشویی، تو دستشویی و به افق خیره شی. تنها گزینه خوبش اینه. مردم جهان، هر فردی در کره زمین به دو قسمت تقسیم میشه. این فرد یا یک دینی داره و یا یک نگرش سیاسی. یعنی یک رستوران داره، مهم نیست، رستوران داره. وقتی که رستوران داره این فرد سیاست داره، سیاست مداره. چرا؟ برای اینکه میدونه که با گارسونش باید چجوری حرف بزنه، با افرادی که اونجا دارن تمیز میکنن چجوری حرف بزنه، با اونی که میخواد بیا تکسبه چجوری حرف بزنه، با پلیس چجوری حرف بزنه. به آشپزه میگه غذا رو یواش بده بیرون. چرا؟ چون جمعیت پشت در وایس مردم خر دیگه فکر کنن چقدر اینجا شلوغه. همینا رو سیاست، یعنی اگه سیاستمدار نباشه نمیتونه در سیستم مادی موفق باشه. و حتما یه دینی داره. یارو میگه من میگم شما کی هستی؟ میگه ما ملیگراییم. همین آدمو بیاری جلوی من چوب بکنم تو کونش، داد میزنه میگه یا اول فصل میفهمی دینش اسلامه. چی هست؟ یه چوب دیگه بکنی تو باسنش، فریاد میزنه یا جیزس، میفهمی دینشو. و در تمام جهان مردم چرا موضوع رو نمیفهمن؟ برای اینکه مردم نمیدونن هر کسی داره باشون حرف میزنه یک باور دینی داره. تو آمریکا اصلا اینجوری نیست. الان رئیس سنای آمریکا یهودیه، همه میدونن یهودیه. یعنی در امپراتوری پارس، در حکومت آینده امپراتوری پارس، امپراتوری کوروش، امپراتوری ریستارت، ما هر کی که وارد سیاست میشه با دین مردم که کار نداره، مردم بره کارشون رو بکنه، دکتر مهندس برای ما مهم نیست.
ما به دینشون اصلا سوال نمی‌کنیم، هر کی بپرسه دینش چیه پدرش در میاریم، اما وارد سیاست میشه چوب بکنه تو واسه دینت چیه. پس چرا الان میگن ما ملی‌گراییم، ما وطن پرستیم، ما میهن پرستیم، ما سکولاریسم میخوان یه جوری خرتون رو سوارت کن؟ این حتمه دینی داره. یعنی وقتی بهایی میشه هاشمی رفسنجانی، بهایی ازلیه، و همین خاطر در نهادش نفرت داره از مسلمان، ضربش رو جایی که باید بزنه بهت میزنه. و فقط هم تو جهان سوم مردم اینقدر نمیفهمن که یارو فکر میکنه هر کی ریش داره با عقیق مسلمانه. فقط توی خاورمیانه اینقدر مردم میتونن سطح شعور سیاسیشون احمق باشن و نفهمن. چون مردم من که مردم متمدن، مهربان، بزرگ و میلیون ها خصلت دارن که تو دنیا واقعا به ندرت پیدا میشه، ولی شعور سیاسی نزدیک به صفره. فکر کنن که هر خطره اونی که نشسته امامه داره مسلمان هست. نه مسلمان نیست. هر کس وارد سیاست میشه چوب تو باسنش، اولین چیز سوال ریستارتیام از همشون همینه، دینه چیه؟ من ملیگرام. خفه شما مادر قبه، این حتما دروغ میگه. من سکولارم، من آتئیستم، این مادر قبه حتما دروغ میگه. همه مردم کره زمین این دو شاخه رو دارن، یعنی حتما یا دینی دارن، یعنی یک باوری دارن، یک ایدئولوژی دارن به نام آتئیست. ایدئولوژیه آتئیست، دینه آتئیست. میگیم این خدا وجود داره، این میشه دیندار، این میگه وجود نداره، یعنی خدایی رو میشناسه که وجود نداره، میشه ضد این. پس هر عملی و عکس العملی در فیزیک خلاصه میشه. این فیزیک بهش میگن فیزیک کلاسیک. شما تو بمبار فیزیک کوانتوم این تو فیزیک کلاسیک شما حتما احمقید. نه اینکه ربط نداشته باشه، ولی ربط نداره. اصلا انتخاب هایی که توش وجود داره متفاوته. اینو جوک هر کسی ریه سارتی هم اینو میدونن، با هر کی حرف میزنن، چه تو اسپیس، چه بیرون، چه تو اتاق خواب، چه دم در، چه میدن دستجویی، چه تو تظاهرات، دینت چیه؟ این سوال بسیار مهمی که همیشه میپرسن. باورت چیه؟ اینه بگو. وقت میفهمید که این آدم به کجا فکر میکنه. اما ریاستی های عزیز و بزرگوار، درسته که رضا پهلوی دفن شده و دارن سک ها گرگ ها روی قبرش دستجویی میکنن، اما موضوع اینه که ما یادمون نمیره که ما با رضا پهلوی که تموم شده، میتونیم تموم شده، نه پروموتش میکنیم، نه باش موافقیم، نه باش مخالفیم، برای مهم نیست، اون تموم شده. اما کسانی که با رضا پهلوی جلسه گذاشتن که بازیشون تموم نشده، بازی تموم نشده هنوز. ما رسما چند تا مورد گفتیم، یکی از اون مواردی که گفتیم اینه که ما اعلام کردیم این خانواده تروریست. سوالمون از نتانیاهو هم این بوده، شما با یه خانواده تروریست برای چی جلسه گذاشتید؟ این نظر شما هست. خب پس گویزت نباید بخوره دیگه. اگه من فردا با حماس جلسه بزنم نباید ناراحت بشه؟ حماس ما تروریست میدیم، شما گویز گو میخوره تروریست میدونی؟ این سوال هم هم. اگه فوش باشه اینجوریه دیگه، چون یک رهبر میلیونی داره با یک رهبر یک کشور صحبت میکنه. من حکومت دارم، آیات باشه، من اصلا تفاوتم با رضا و نزا و غزا اینه که من حکومت دارم، یعنی آلردی مینیموم 15 میلیون طرفدار محکم در کشور دارم مینیموم، و حکومت امپراتوری پارس رو دارم، یعنی شکل دارم، قانون اساسی دارم و وزارت خارجه رو چیدم. من سیاست خارجی کاملا چیده شده است، میدونم میخوام چیکار کنم. من تنها کسی که میدونم چیکار کنم. برای همین یه خورده هم با بقیه متفاوتم. یعنی ممکنه که یه سری پاتریوت میهن پرست در داخل آمریکا از اوکراین دفاع کنن و من به اوکراین حمله میکنم. این خیلی ساده است، خیلی موضوع ساده است. جمهوری اسلامی از اوکراین دفاع میکرده، ما به اوکراین حمله میکردیم. اگه خوب نگاه کنیم، تمام اپوزیسیون‌های جهان با ما در چند زاویه دیفرنتن. چرا؟ چون
سیاست خارجی اپوزیسیون رساد نوشته شده است. اصلا ما میدونیم میخوام چیکار کنیم. سوال ما از نتانیاهو مستقیما این بوده: شما با یک گروه تروریستی که اپوزیسیون یه سال اعلام کرده این خانواده تروریستی چه جلسه گذاشتید؟ و همین خاطر شما یه صفحه باید بدونید. همین جنگ حماس و اسرائیل رو 11-12 سوال بسیار مهمه که این 11-12 سوال رو باید پاسخش رو بفهمیم تا بتونیم راجعش نظر بدیم. و مهمتر از اون اینی که سوال ها مهمتر از جواب هاست. یعنی در کره زمین اولین بار پسونیوز این سوال پرسید و اعلام کرد به جهان. پسونیوز بگو عادت کنن به غیر ریاست یا شمایی سوی هیبیشون بگی پسونیوز مستقل با یادشون بگیره، مردم یادشون بمونه. خبرگزاری پسونیوز زد اونتون گفت نتانیاهو از این حمله خبر داشت. ما اول در جهان زدیم، ما اول در جهان، نه توی چارتا تاپاله سیاسی و تحلیلگر و تفسیرگر و اپوزیسیونه که ایرانی، نه در جهان اولی ما زدیم، زدیم که نتانیاهو از این حمله خبر داشت. بعد یه باشه گفتن آره خبر داشتیم، حالا خبر نداشتیم. بعد دیگه رئیس امنیتشون اومد گفتش که 2 ساعت قبل خبر داشتیم. بازم مثل سگ رو 25 تا 30 روز قبل از این حمله خبر داشتن. سوال اینه که این حمله چرا اگه خبرش چرا عملیاتی انجام نشده؟ این تو چه سوال اول. چه سودی داشته نتانیاهو در این؟ سوال امیر. ما میتونیم سوال کنیم. اگه نتانیاهو میتونه با تیمی که من یا گروهی که من تروریست اعلام کردم جلسه بذاره، من هم میتونم هر کاری دلم بخواد بکنم. من نه پول گرفتم سازمان امنیتی در جهان و نه مهره جاییم و نه میذارم مهره بهم تفونده بشه. من یک آدم الکترون آزاد مستقلم، منافع ملتم، دهن ملت بکنید وا کنم، پول بکنم تو دهنشون، هم دوست دارم کیف و مردم هم میخورن کیف بکنم. مردم اگه سوار ماشین خوب نشن دهنش سرویس میدم. چرا ماشین خوب نداری تو؟ تو چرا اینجوری راه میری؟ تو دختر بین خوشگلی چرا سوار ماشین نمیشی؟ چرا لذت نمیبری از زندگی؟ من اینجوری هم، من حالا تو بگم بیمار روانی هم، نجات پرستم، عقده‌ای هم، عاشق ملتی، من اینجوری هم، ذات من اینجا، اول منافع ملتم، بعد هم مثل پاتریوت‌های جهان. آقای ناتانیاهو اصلا تو پاتریوت جهان نیست اصلا. که من واگذارش کردم به ترامپ دیگه، گفتم پرزیدنت ترامپ جوابش بده که هم نداد تا 3 روز پیش، گفت بله نه مثلا شاسکول. پس سوال اول این بوده که خبر داشتی چرا نگفتی. سوال دوم، بایدن هم خبر داشته. الان توی صفات تو سطح جهان دارم میگن که این حمله حماس به اسرائیل سودش پوتین داره سود میکنه. شما روی اساسی اصلا بدونین واقعا پوتین توش سودی نره. تنها جایی که داره ضرر میکنه پوتین همینجاست. پوتین قرار بوده که اصلا پوتین دوست نداره که اخبار اوکراین به حاشیه بره. اصلا یعنی تیمی که طرفدار زلنسکی احمق بودن و طرفدار اوکراین بودن دارن زیر پاش خالی میکنن. یعنی فوکوس رو بردن سمت اسرائیل تا زلنسکی از یاد بره. حالا چرا؟ این سواله. یعنی تیمی که طرفداری میکنه از زلنسکی و اوکراین داره زیر پاش خالی میکنه و هیچ سودی نداشته و پوتین هیچ نقشی در قضیه حماس به از حضور شما که حمله حماس به اسرائیل نشه، اصلا هیچ نقشه، هیچ سودی هم نداره. بله در پسونیوز من زدم پوتین داره در یک جایی سود میکنه که آدم باهوشه، یعنی استقلال و پرسپولیس توی کشور بازی کردن، استقلال یه گل زده به پرسپولیس، یوونتوس سود کرده. پوتین اون یوونتوس هست. یعنی یهو دید حماس حمله کرده اونجا، بعد سرش اینجوری آورد بالا نگاه کردید اوکی سودش اونجاست، پس بذار اونجا سود کنه. فعلا اینجا رو داره ضرر میکنه، فکر نکن سود میکنه در قضیه اوکراین. و دیدید که زلنسکی میخواست بره اسرائیل، اسرائیل قبول نکرد.
زمسکن هر چهار تا با این خواننده ها و اینا رفته به استیج و اینا، یه سری چیزایی هم میفهمه بدبختی که رفت اونجا که می‌خواد پیش اسرائیل که بگه اوکراین فراموش نشود. اسرائیل هم گفت ای الان تو بیای که همه فوکوسا میره رو تو، برو گمش، ما اصلا کلا داریم خارمانده تو رو سرویس می‌کنیم، ما فوکوسی بریم رو تو انداش بیرون. نه اینکه حتما انداختش بیرون نه، ولی جلسه‌اش لغو کرد. پس پوتین از نظر صفحه شطرنج هیچ سودی در حمله حماس به اسرائیل نداره، اینو یادتون باشه. پوتین یه دیگه سود داره میکنه که ما چرا اسرار رو فاش نمیخوام بکنیم، برای اینکه پوتین رفیقمونه دیگه، آها پاتریوته، نمیخوام بقیه بفهمن کجا داره سود میکنه. هم خود وایسادیم سکوت کردیم تا سودش رو بکنه، قشنگ استفاده کنه. پس برای قضیه حماس و اسرائیل باید چون چند تا نکته رو بدونید، نکته سوال چند تا سوال بدونید و جوابش هم باید بدونید، فقط سوال کافی نیست، ولی سوال مهمتر از جواب است. سوال دوم باید این از خودتون بپرسید، ازشون بپرسید که کی گفته حماس مال جمهوری اسلامی؟ آیا حماس مال جمهوری اسلامی؟ سوالتون اینه، اگه حماس مال جمهوری اسلامیه چرا بیش از 450 میلیون دلار تیم نتانیاهو و شخص نتانیاهو به حماس پول داده تا حالا؟ سوال ساده است دیگه، ما حق داریم سوال بدیم. اگه حماس با جون مال جمهوری اسلامیه چرا نتانیاهو و تیمش پول دادن؟ حالا پشت پرده جناب آقای بایدن مشخصه، بایدن چند تا مشکل داره، یکی پروندهش داره وصل میشه به اوکراین، پس بهترین گزینه اینه که یک اتفاق حمله نظامی باید به وجود می آورد که اوکراین حذف شه از خاطرات مردم بره بیرون، چون پروندهش داره وصل میشه به اوکراین، اصلا کلا گوش جو بایدن رو بگیری به سه تا سوراخ وصل میشه، یکی جو بایدن در اوکراین، یکی اوکراین و جو بایدن، یکی اوکراین جو بایدن بدون اوکراین. کلا از این سه تا زاویه هیچ توضیحی نداره. تورم در آمریکا رو بذار کنار، پدرش دادن در میارن بذار کنار، استیضاح میخوان بکننش بذار کنار، مشکلات تولید کرده بذار کنار، ماشین های آمریکایی داره نابود میشه که دلایلی که شما نمیدونید اینه که ماشین در آمریکا داره به شدت گرون میشه، یعنی رئیسی بیش از 6000 7000 برابر جو بایدن سواد تورم حفظ تورم داشته تا حالا. ببین چقدر سطح سواد رئیسی بالاتر از اینه، همین چی داره میرزه به هم. بجز این اتفاقات که احتیاج به جنگ داشته، نکته بسیار مهم اینه که ایشون وصله به اوکراین. پس توی پستونیوز نوشته شد سه نفر سود کردن، جمهوری اسلامی که الان میگم سودش کجاست و بنیامین نتانیاهو، الان همه تظاهرات توی اونجا خوابید توی عرضم حضور شما که اسرائیل مخالفا همه مثل سگ نشستن دیگه، وضع جنگی و خیلی کارهای دیگه، سودهای دیگه، دادگاه شرف و هوا، همه چیز اینا، همه اینا رفت کنار بذاریم کنار. عرضم حضور شما که بعد جو بایدنه که سود هنگفتی توش کرده. حالا خب سوالم داریم، میشه توش هم سوال، مثلا مالی، رابرت مالی چه رابطه‌ای داشته با یاسر عرفات؟ این سوالی که اینا بوده، ببینه خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. دولت آمریکا، یعنی آمریکا ادعا داره، ادعاش هم درسته که ما قوی ترین قدرت جهانیم و تو هر جای من اصلا برش کنم، اصلا اف بی آی و سی آی اینا بذار کنار، من چشامو ببندین ببرین تو پنتاگون، میرم در هر اتاق وا میکنم 5 دقیقه اون تو باشم مچه یارو رو میگیرم. هر جای سوراخ داره و یک منفذی داره و داره اطلاعاتش خارج میشه. سوال جمهوری اسلامی هم سود بسیار زیادی کرد. یادتون باشه اگر حتی اسرائیل الان بیاد و ارزمازشون غزه رو بگیره، تک تک غزه یارم بکشه، کل غزه رو بزنه به سندش، بزنه به نام خانمش، بازی رو باخته.
یادتون باشه سود جمهوری اسلامی اینجاست. اینا هی گنبد آهنی گنبد آهنی کردن، هی به اسم عربستان گفتن که ببین از جمهوری اسلامی نترس، سه تا گنبد درست میکنی بالا سره این، مثل گو از گنبد امام رضا بهتر، از گنبد مکه بهتر درست میکنیم، هی اونا شلیک کنن. بعد بن سلمان و تیمشون میگن شما برقصید اون وسط، اینا دارن شلیک میکنن راکت، شما برقصید، انقدر این گنبد قویه. تو 20 دقیقه همیشه رفت بابا، یعنی اون ابهت اسرائیل کل از بین رفته. علت چیه؟ علت جلسه ایست که با رضا پهلوی گذاشت، فقط همین. برای مردم شاید نفهمن چرا، تو ریسرسی میدونی چرا، برای اینکه حرف ما رو گوش نکرده، جلسه گوش. و هم خاطر انسان کامل اونا میگن، سوفیست میگن، آقای نتانیاهو نمیدونم، امام زمان بهش میگن، هر چی میگن، مسیح میگن، اینا بکنم نمیدونم هر چی میگن، روزگار، هر چی. من یه جمله توی برنامه گفته بودم، نمیخواست این حرف من زمین بمونه، خدا گفت آقا حسینی هر تا حالا هر چی گفته همش انجام شده، بعد یه حرفی زده، اگه این حرفی زمین بمونه خیلی بده، ما طرفدار خدا با ماست که با اونا که نیست که. چی گفتم؟ گفتم اگر اسرائیلی ها نتانیاهو این ها جلسه بذارید با رضا پهلوی، خیلی امیدوار به بهار، الان تو بهار و تابستون نباش، جوجه رو تو پاییز میشمرن، اونم آخر پاییز. و همین خاطر برای اینکه حرف من خراب نشه، خدا زنگ زد جبرئیل که آقا برید حماس اگه حمله میکنه پاییز حمله کنه، که حرف آقا حسینی سند چه، که مردم دنیا بگن آقا ببین هرچی گفت، چرا چون همه هرچی گفته شده، حالا اگر مثلا پاییز حمله نشه زمستون حمله شه، اون وقت میگن اهه ببین آقا حسینی که پاییز جوجه رو آخر پاییز میفرن، پس حرف از پاییز داره، چرا پاییز حمله نکردن حماس. همون خدا ما هم یه خود زودتر خدا انجام داد دیگه، گفت این تاریخ انجام دادید، تاریخی که آقا حسینی گفته. هر کس با این خانواده تروریستی جلسه بذاره خواهر مادرش میدیم رو هوا. اون آدم اون خانواده مهمه، نه ما دنبال بهانه ایم، ما دنبال بهانه ایم که فقط خواهر مادر آدم ها رو بدیم رو هوا. همین، نمیتونیم؟ خوب که نگاه کنیم اینه که میتونیم. این خاورمیانه اون خاورمیانه است، از 25 دسامبر 2018 دنیا همون دنیاست؟ نه، این قضیه هایی که داری اتفاق میفته شوخیه، هنوز بازی جدی نشده، این یه جوکه، یه چیزی که همیشه باشه حسلم سر میره، کافی میگیریم، چایی میخوریم، همیشه که نشستیم یه تفریح باید داشته باشیم ما هم دیگه، این جوکه الان، بازی رو وخیمتر نکنید. شما یه سرتی ها واقعا اگه نمیدونید بدونید، خیلی میدونم نبعدم بخندید وقتی من حرف میزنم، این حرف چون حرف مهمه. واقعا این سازمان های امنیتی مثل موساد واقعا فکر کنن که مثلا مسیح علی‌نژاد میشه ملکه ایران و فخرآور میشه مثلا رئیس جنگ و پدافند عامل، و امید دانا حالا یا با مسیح ازدواج میکنه که مثل چارلز میشه، یا اینکه مثلا سیستم ادیان و فرق ادیان رو میدون دستش، مثلا به خدا اینجوری فکر میکنن. رئیس موساد او خانومه گفت کوروش به ما کمک کرده بود و ما را از دست زرتشتیان اون دوره فرعون نجات داد، نمیدونم چی کار کرد، از اسارت ما را نجات داد به قول خودشون، حالا هم ما میخواییم این تلافی رو انجام بدهیم و مملکت رو بدیم دست کوروش. یعنی اینه واقعا رضا پهلوی کوروش میدونسته، این واقعیته. شما ریاستیات سطح سواد و شعور این اولاغا رو ببین چقدره، واقعا اینجوری فکر میکنن. بعد میگن ملت اینو همه گاوه، اینجوری فکر میکنن، میگن ملت نمیگه که این خانواده‌شون چقدر پول دزدیده رفته،
مردم هم میفتن و پاهاش کوروش ما این احمق ها اینجوری فکر میکنه. یاد جمله من بیافت که روح لازم رو یه خورده لاغر کن کلش گنده کن میشه رضا پهلوی، کلش کوچیک کن هیکلش گنده کن میشه هاشمی رفسنجانی، نازکش کن کلش هم نازک کن موهاش فرفری کن میشه مرسی علی نژاد، موهاشو صاف کن یه خورده قدش کوتاه کن میشه رئیس موساد این خانومه، یه خورده توپل کن اونطلوف کن میشه نتانیاهو. به خدا همشون تو یه فازن، نه هوش نه اصلا هوش نه آخرشون که حالا اینجوری حرف بزنیم میگم حالا اون بیا پیپل حسینی رو ببندید، فیسبوک رو ببندید، کل توان جنینه. باور کنید واقعیت امر اینه که اینا اینجوری فکر میکنن. آقای ناتانیاهو عزیز قربون شکل ماه نشست، شما میخواستید به ایران حمله کنید، بمباران کنید ایران، خودتون گفتید، و رژیم جمهوری اسلامی رو بردارید. پس میخواستید وقتی میخواییم رژیم جمهوری اسلامی رو بردارید که الان اگه نمیدونی عددو بهت بگم چون ممکن ندونی، 46229 نفرن کل حماس. چهل و 6229 نفر ایران حمله نکرده که سند این که ایران پشت اینا هنوز نیومده اینه که اگه اینا میومده این که 5000 تا هم اول داشتن زدن، اگه ایران بود که الان 165000 رومین موشک باید بخورد اونجون. این یه گروه کوچک، یعنی باور کن بخوام قسم بخورم، یعنی تعداد حماس به تعداد طرفداران اپوزیسیون یسار در اصفهان هم نمیرسه، چه برسه کرج. یعنی من اگه فردا فراخوان بدم بالای 100 و خورده 200 هزار نفر جان بر کف در کرج فقط جمع میشن. کل حماس انقدر شما اینجوری شما میخواستید جمهوری اسلامی رو بهانه کنید تا ایرانو بگیری برای گرفتن حزب جمهوری اسلامی، مثل الان باید بمباران کنید دیگه. بعد من اینجا میشینم تو آمریکا، مردم اونجا دارن زیر آوار میمیرن، به زنها و دخترهای بچه ایران داره تجاوز میشه، مردم گرگه میکنن، بعد من اینجا میشینم نوشهای میخورم، مثل این مادر قهوه های اپوزیسیون خارج کشورم. پس تو میخواستی جمهوری اسلامی برداری، مش نمونه خرباره، الان میخوای یه دونه حماس 46229 نفری رو برداری، این هم آدم کشته شده، آدمی که اصلا ربطی نداشته، بچه کشته شده، زن کشته شده، و میخوای جمهوری اسلامی برداری، همینطوری میگی جمهوری اسلامی برو بیرون. پس قراره بمباران کنی مردم ایران رو. آره، و نکته بسیار مهم اینه که رضا پهلوی در اون جلسه و در اون شرایط و در اون فضا همراه با شما با اون جلسه با کردا، اون کرد گروه کردی که از نظر ما هم تروریسته، جلسه من در جریانم، جلسه که ایران تجزیه کنید. الان یارو یهودیه، شما که پایتخت اورشلیم رو تبریک گفتی بعد ترامپ، اما مردم اسرائیل کاری ندارم، اعتقاد اپوزیسیون یسار اینه که اورشلیم، اورشلیم اون قسمتش مال جناب آقای، یعنی بیت المقدس هستن روی سیستم تفکری ما، مال یهودی هستیم بوده، همینطور که بیت المقدس مقدارش برای مسلمان هست بوده، 1400 سالی که هست، محمد اون بر نماز میخونده بعد برگشته به سمت کعبه. اما اگر
دفعه بعد تکرار بشه و من ببینم که با گروه هایی که من تروریستی اعلام میکنم جلسه بذارید ما به قدرت برسیم، خیلی خطرناکه. ما جمهوری اسلامی نیستیم، باور کن ما جمهوری اسلامی نیستیم، ما امپراتوریم. سخت فهمیدنش. جمهوری اسلامی 8-9 دسته است که 6 دستش با شما استدلال همین با شما، ولی امپراتوری پارس یه دسته. وقتی بلند میشه بنی آدم اعضای یک پیکرن، اگه نفهمیدین یعنی جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. ولی امپراتوری پارس ما یهو بلند میشیم، یهو میبینی 25-30 میلیون سرباز میجو بلند میشه. به چالدوران توجه کن، تو خرکی هستی، 45 کشور جهان خرکیه. عثمانی دستشویی کردیم تو صورتش. ما جمهوری اسلامی نیستیم. جمهوری اسلامی 7-8 قسمته که 6 قسمتش با شما هم هی دارن به جمهوری اسلامی خیانت میکنن. سلطنت طلبان اون تو، بهایی اون تو، زرتشتی اون تو، خود شما یهودی اون تو، اتاق بازرگانی اون تو، صدا و سیما اون تو، همش دست شما بوده. اونا ضعیفن. جمهوری اسلامی کنن 2 میلیونن، 3 میلیونن، 4 میلیونن. پس دو حالت داره، یا به قدرت میرسیم ما و تلافی میکنیم، یا به قول شما به قدرت نمیرسیم، مسیح میشه ملکه، موهای ففرش اینجوری میکنه، پنجرهای هواپیما هم وارد میشه. یک درون بده آش، به همین خیال باش، هر کس که با این خانواده جلسه بذاره کاری میکنیم که وقت نکنه خشتکش بکشه بالا. این جملات از قبل گوش کن، هی به خودت بگو. و یادت باشه تازه روی استارتی ها این 15 میلیون منو یک امپراتور باهوش قدرتمند و قوی میدونم. من هنوز قبول نکردم که حکومت کنم، بکنم قبول کنم بازی عوض میشه. بدرود نتا، دیگه نبینم. با رضا تولید کنیم بتا، اون وقت گاما میاد وسط. فراموش نکن که سیاست یعنی فن، و یک امپراتور هم باید فن بلد باشه هم ضد فن. ضد فن چیه؟ در ضد فن ما فنی به تو میزنیم که تو اون فن رو زدی، یعنی از نیروی خودت و وزن خودت استفاده میکنیم برای کوبوندن بر روی زمین خودت. پس هرچه وزنت بیشتر، قدرتت بیشتر، خار مادرت رو هواتر. پس یک امپراتور چی بلده؟ نمبر 1 فن، نمبر 2 بدله، ضد فن. بدود مای فرند. بدرود نتا نیا.